مثلا سفارتی که این بنر در خیابان‌های تل آویو تبلیغش را می‌کرد. به زودی سفارت ایران در این محل بازگشایی می‌شود. با این شماره تلفن تماس بگیرید. خبر که سرکاری بود، ولی این فایده را داشت که وبسایت خبر آنلاین ضمن انتشار آن جرأت کرد ذیل خبر خیلی از کامنت‌های ایرانیان حامی دوستی ایران و اسرائیل را منتشر کند. درود بر صلح. شاید ما هم روزی کمی کوتاه بیایم و همه چیز به روال عادی برگرده. ما با کسی دشمنی نداریم. عیبی نداره. امروز که به آن شماره تلفن تبلیغ شده زنگ بزنید، صدای شبیه آیت الله خامنه ای را میشنوید که به زبان عبری ولی با لهجه غلیظ فارسی با شما حرف میزند. هدف سازندگان فیلم فلافل اتمی که تبلیغ سفارت را کرده بودند، دست انداختن رهبر ایران نبود. پیامک آنها این بود که جنگ نکنیم، عشق بورزیم و فلافل بخوریم. اما نه هر فلافلی. بیشک نه فلافل‌های محله لشکرآباد اهواز که چندی پیش سفیر سوئیس در تهران با خوردنش وسوسه شده بود. معلوم نیست در این فلافل‌ها چه چیزی ریخته بودند که آقای سفیر وقتی چند روز پیش به سوئیس بازگشت، در این کنفرانس که قرار بود تجار کشورش را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کند، این کاریکاتور را نمایش داد. کاریکاتوری که نشان می‌دهد کبوترهای صلح ایران و آمریکا به نخست وزیر اسرائیل کم لطفی کردند. آن هم نخست وزیری که خودش به کاریکاتور علاقه‌مند است. وزارت خارجه سوئیس از این حرکت سفیر اظهار تأسف کرده. در دشمنی‌های ایران و اسرائیل معلوم نیست کی هنر غرض را می‌پوشاند، کی غرض هنر را. آنچه به وضوح معلوم می‌شود تنها این است که همه می‌فهمند خط قرمزهای سیاستمداران کجا کشیده می‌شود. سیاوش اردلان، BBC.